بخش هنری شرکت سونی به عنوان یکی از بزرگترین توزیع کنندگان موسیقی در جهان اثر مهدی رجبیان هنرمند ایرانی را منتشر کرده است. خاورمیانه نام اثر جدید مهدی رجبیان است که با همکاری هنرمندان 12 کشور خاورمیانه تهیه شده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شپول عباسی. بخش سختگیر هنری شرکت سونی، یکی از بزرگترین شرکت‌های پخش کننده موسیقی در جهان، پس از 10 سال اثر یک هنرمند ایرانی را به بازار عرضه کرد. آلبوم خاورمیانه به تهیه کنندگی و آهنگسازی مهدی رجبیان. اثری که به گفته وی گفتاری موسیقایی از 12 کشور خاورمیانه است که بیش از 100 نوازنده و موسیقیدان که تا به حال یکدیگر را از نزدیک ندیدند، باب آشنایی را با نغمه هایشان به سوی هم گشوده و آوای سخن از ظلم، ستم، حقوق بشر، جنگ، صلح و آزادی را سر دادند. مهدی رجبیان در پی انتشار آلبوم خاورمیانه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: چیزی که همه ما برام باور داریم نبود صلح و آرامش است که زندگی در خاورمیانه را دشوار کرده و این همان دلیل گرد هم آمدن گروهی هنرمند زیر پرچم مستقل و بیرنگ صلح شد تا همراهی شکل گیرد و با تمام مشقت‌های فراوان در دل جنگ و مهاجرین فراری از آن، تا هنرمندانی در دل زندان‌ها بشود با صدای آهنگین از خاورمیانه پیام مشترکی برای جهانیان فرستاد. ملودی ها، آهنگ ها و هنرنمایی ها در آلبوم خاورمیانه به گونه ای است که گویی می‌خواهد حس درد مردمان خاورمیانه را در فریاد به گوش جهان برساند. مهدی رجبیان به عنوان تهیه کننده و آهنگساز آلبوم خاورمیانه بخشی از نوت‌های قطعه مربوط به خود را در زندان نوشت. قطعه‌ای از آلبوم توسط هنرمندی در قایق مهاجران در کوچ از شرق به غرب و در دریا، و قطعه دیگر الهامی دردناک است از صدای بمب‌های فرود آمده در یمن و سوریه. هفته‌نامه معتبر نیوزویک در نیویورک در گزارش مفصل از آلبوم جدید مهدی رجبیان و اشاره به شرایط زندان و یک ماه اعتصاب غذای او در زندان اوین، او را شجاع‌ترین موزیسین جهان لقب داد. طرح روی جلد آلبوم خاورمیانه نیز اثری است از رضا دقتی، عکاس بین المللی. شرکت سونی در پی انتشار آلبوم جدید مهدی رجبیان اعلام کرد با افقی تازه می شود دریچه‌ای به سوی التیام درد و رنج مردمان خاورمیانه گشود. شپول عباسی، صدای آمریکا.